سنی های تونروی طالبان به حملات خود در مناطق مختلف افغانستان به خصوص مناطق شیعه نشین ادامه میدهند. دهند. انصار تروریستی طالبان با بهرهگیری از تطهیر رسانه ای این گروه در برخی از کشورهای منطقه به حملات خود افزودند. همکارم علی اکبری گزارش می دهد. منابع محلی در ایالت دایکندی میگویند سنی های تندرو طالبان شب گذشته حملات شدیدی را برای اشغال ولسوالی پاتو واقع در این ولایت انجام دادند. گزارش شده که درگیری شدیدی در منطقه قخور ولسوالی پاتو جریان دارد. غیرت جواهری عضو شورای ولایتی دایکندی میگوید با مقاومت شدید نیروهای مردمی به عناصر طالبان تلفات سنگینی وارد شده است. همزمان گزارش شده که دهها خانواده در قخور خانه هایشان را ترک کرده و آواره شدند. عناصر طالبان هفته های پیش نیز در ولایت دایکندی حملات شدیدی را به راه انداخته بودند که توسط نیروهای مردمی دفع شد. این گروه در ولسوالی پاتو خانه ها و خرمن های گندم مردم را به آتش کشیدند. آنها حتی با هدف ایجاد رعب و وحشت پیکر برخی از شهدا را از قبل بیرون آورده و تکه تکه کردند. طالبان در بدخشان نیز حملاتی را انجام داده است محبوب رحمان طلعت عضو شورای ولایتی بدخشان در این باره گفته که روز جمعه 11 تیر 1400 ولسوالی های کشم، تشکان، تگاب، یوفل پایین، درایم و وردوج به دست عناصر طالبان سقوط کرده است طلعت جزئیات بیشترین در این باره ارائه نکرد مقام های امنیتی نیست تا کنون در این باره چیزی نگفتند. حامیان سنی های طالبان سعی در تطهیر اقدامات تروریستی عناصر این گروه با مقاصد سیاسی دارند و در این میان بزرگترین قربانیان جنگ های نیابتی قدرت های منطقه در افغانستان شیعیان و خصوصاً هزاره ها هستند.